ایول آقا جون، ایول، آخ قلبم قلب زهر ما رو ایول ایول. عزیز آقا، میگن دعای مادر و آه پدر خیلی میگیره، اینقدر آه نکش در مورد بچه هات. حالا اونا یه کم لطفی کردن، اما شما رو خیلی دوست دارن. من دوستی خاله خرسه به درد خودشون میخوره. دلم شکسته مای خانم، از دست همشون هم شاکیم. بخش چرا رفت؟ چیه؟ نه ترس، من اینجام عزیز آقا. بیا بیا، نگران نباش. سوری خانم شمایی؟ پس کی میخواستیم باشه؟ سوری خانم یه موقع نترسی ها، حتما فیروز فریده. فیروز بگه فریده، فیروز خودم خرابش کردم. چرا؟ برای اینکه فرقه انداختین زندان، نمیذارم آب خوش از گلتون بره پایین. همین آش همین کاسه. یعنی گروکشی کردی؟ گروکشی یعنی چه؟ تا فردا بچه‌م آزاد نکنی، آبتونو قطع میکنم، گازتونو قطع میکنم، همه چیزتونو خراب میکنم، با این نونچیکیم میزنم سر کلتونو میشکنم، مثل اژدرها وارد میشن تو زندگیتون. بس کرا بازه در آوردی، بچه مازاد کنی، بازه در آوردن. اینم که قاطی کرده. خب راست میگه بیچاره پیرزن، تنها مونده دیگه، تو رو خدا یه کاری براش بکن عزیز آقا. خیلی خوب، اول برم فیوزو درست کنم. مراقب خودت باش. چشمای من اینو عقاب میمونه، واسه همین ماهی شکار کردم. چی شو؟ هیچی، تفنگم خراب بوده. چه کار میکنی؟ میخواد کلید نهاری؟ سلامت کو. سلام بی سلام، دو روز ما نبودیم رفتیم مسافرت. امنیت اینجا رفتی سوال نه؟ این دو روز حقوق گرفتی؟ دو روز؟ نه. این مال دو روزت، این هم مال فردا. فامیلای ما رو دیدی؟ یه زنگ بهم بزن. باشه. حواست باشه. حواسم هست. شماره رو داری؟ نه ندارم. خب پس وایسا اونجا سوت بزن. باشه. سوت بلبلی. حواسم جمعه. بودو. باشه. برو. اینم کلید خودم. بلبلی. از این دایی هم شوهر واسه زندایی در نمیاد. بابا همه شیراتون بابا چکه میکنه. بذار بریم سر خونه زندگی خودمون. من یه خونه واسه درست میکنم که از هیچ جاش هیچ چی چیکه نکنه. حالا باش. ببخشید کدوم خونه زندگی؟ خونه خودمون رو میگم دیگه. آهان اگه منظورت خونه باباته، بعد بگم اونجا به اسم مای خانوم میشه. خیالت راحت. خب اونجا به اسم مای خانوم بشه. اونجا نشد، اینجا که هست. من همینجا رو واسه یه جوری درست میکنم که از هیچ جاش هیچ چی چکه نکنه. باور کن. کجا؟ اینجا؟ آره دیگه، تو من تک دختر نیستی، خدا نکنه بعد از 120 سال دایی و سرشو بذاری زمین پاش بره رهبا، همه چیش میرسه به تو دیگه. او بهبود زبونتو گاز بگیر، دور از جونه بابا، میخوام 100 سال نباشه. خب حالا منم نگفتم 10 دقیقه دیگه، گفتم 120 سال دیگه. همون 120 سالم خیلی زوده. 120 سال با سن دو الان دایی محمود می چند سالش میشه دیگه؟ اون موقع ولا لگم مگم بذاری زیر شهر تو راحتی. من نمیام. بله جونا. کی؟ فریدون ما؟ بی خود کرده؟ ببین فقط نذاری اونجا بیام بیرون، خدا الان میرسونه ما. اومدم خود. چی شده؟ عجب آدم شارلاتانیه این فریدون، رفته قفل مغازه رو شکونده، به زور رفته تو مغازه. بابا این آقا فریدون هم دیگه داره شورشو در میاره پر رو. هنوز منو نشناخته. به من میگن بهبود. بهبود چی؟ چیزی نمیگم، به هم میگم بهونه بدیانم، ولی الان یه چیز نشونش میدم. مراقب باشی ها. ببین محمود آقا، من تا به این سمپام به اینجور جا آواز نشده بود، اما به خاطر شما مجبور شدم شب و تو بازداشتگاه بخوابم.
مرد حسابی چرا حالیت نیست؟ قاضی تازه امروز دستور داد که میشه با سند آزادت کرد و الا همون دیروز درت آورده بودم. جون تو دیگه صبرم داشت لبریز میشد. یه دقیقه معطل کرده بودی همه چی رو گفته بودم. این عراجیف چیه داری سر هم میکنی؟ کارت دارم. من نیستم. نیستی؟ باشه. منم الان میرم تو سند ور میدارم، برگردی تو همون سوراخی. منم میرم همه چیو میگم. تو مدرکی نداری بدبخت؟ سند داری؟ مدرک داری؟ چیزی نداری؟ واقعا چی ندارم؟ نه که نداری؟ راست میگی. حالا کارت چیه؟ سندهای خونه عزیز پیش توه؟ نه. پیش تو نیست؟ نه. چرا؟ پیش منه. برمیداری سنده رو امشب میاری به من تحویل میدی. چرا؟ اونش به تو ربطی نداره. آخه اینطوری که نمیشه. نمیشه؟ نه. میشه میشه. ببین اگر این دفعه سوتی بدی جفتمون بیچاره میشیم. ها خیالت راحت. یه کمی دیر تشریف آوردی. همین الان پیش پای شما آزاد شدم. ببخشید. رفتن دیگه. ببخشید آخه چجوری جناب سربان؟ بچه‌های من که هنوز رضایت ندادن. براشون وثیقه گذاشتن. وثیقه؟ چی براش وثیقه گذاشته؟ همون فامیلتون دیگه، آقای محمود نوربخت. ای بد جنس. چی فرمودین؟ با شما نبودم. منظورم همون محموده بود. که اومده وثیقه گذاشته. معلوم نیست این دفعه چه کلکی میخواد سوار کنه. درباره چی حرف میزنی؟ در مورد هیچی. بعدم بهتون میگم. ببخشید جناب سروان، میشه من یه خواهشی ازتون بکنم؟ بفرمایید. یه زنگ بزنید به همون آقای محمود بیاد وثیقه‌شو پس بگیره. من برای فرخ یه وثیقه دیگه میارم، سند میارم براتون. شما خودتون اذیت نکنید. بهتره به جای اینجور کارا بریم با بچه‌ها صحبت کنیم، بلکه بیان رضایت بدن. دیگه نیازی هم به سند و اینجور چیزا نباشه. این هم میشه. حرف حساب باید خرید. خیلی ممنون عزیز آقا. جانم خواهشاً تقاضا میکنم دیگه به خاطر این مسائل جزئی نیایید اینجا. ما کارهای مهمتری هم داریم. اینجور مسائل پیش و پا افتاده رو دیگه تو خونتون حلش کنید دیگه. چشم. سعی میکنیم سر مسائل همچین کلی بیایم خدمتتون. خدا بچه‌ها. توان آهای چش کار میکنین؟ چه خلاصی میکردی؟ کیفمو داشتم از تو گاف صندوق برداشت. یه بارا بیرون دیگه پا تو اینجا نزا. فهمیدی؟ فکر کردی با کی طرفی؟ با دوتا گاگول ها؟ فکر نکنی ازتون میترسم. پاش میفته سر تو شما رو حریفم ها. یه بارا بیرون حرفا رو نزا میزنم سیاه و کبودت میکنیم ها. اینجا مغازه مادر منم هست. مغازه مادرت یکی تو حالا؟ از دیشب من یادتون نیست آقا جون چی گفت؟ ببین ایف که خرج خواهرم و میدین یه حرفتو نشون نمیگیرم. یه بار دیگه این حرفا گلو در بیاد سیاه و کبودت میکنیم. مثلا شما دوتا جیگول میخواین چیکار کنین؟ منو میندازیم بیرون. یه دفعه دیگه پاتو بذاری تو مغازه بابای من سیاه و کبودت میکنم. فهمیدی؟ اینجا مغازه مامان منم هستا. خب دیدی خیر باشه آقا جون. من هیچ وقت همچی کاری نمیکنه. تازه من نشونی مادر چی گفت؟ گفت همچی پسری دیگه نداره. آقا جون شما هم گفت همچی پسرای نداره. این به اون ده. میذارم سیاه و کبودت میکنم. من اصلا سرد دستمه ها. اصلا میخوای چیکار کنی؟ ها؟ نزنی ها. بلش
هستین شما؟ سلام مادر، حالت چطوره؟ دلم برات تنگ شده بود. علیکی سلام خوشگلم. تو اونجا چی غلطی می‌کردی؟ هیچی، یه سری وسایل تیمور رو جابجا می‌کردم بذارم سر جاش. خب بریم حالا. شما رو باید با این نونچیکو کبوت و سیاه کنم. آخه چرا؟ من بیگناهم. اصلا هیچ کارم، برای همین آزادم کردن اومدم. چی بیگناهی؟ اونجا چی غلطی می‌کردی؟ هیچی، سوء تفاهم شده بود. باید من تو رو تنبیهت کنم. شما هر چی بگی به روی چشم. تو بگو چیکار کنم؟ من همون کارو انجام میدم. باید زن بگیریم. زن بگیریم بیاد تو رو آدمت کنه. راست میگی؟ بله. بچه، یه دونه دختر خوشگل و زیبای و قد بلند چشم ابرو مشکی پیدا کردم برات. شوخی میکنی؟ من فقط زن میگیرم برات به یه شرطه. خب چه شرطی؟ شرط حرف منو گوش کنی. چشم، تو بگیر، من حرف تو حتما گوش میکنم. حالا تو برو. من میرم، اما شما هم خبر مرگت بیا ببینیم. چشم، حتما میام. برو حالا. خیلی ممنون. بیا مای خواهد. ببر. سلام مای خانم. سلام عزیز جون. سلام آقا فردا. به به به، ببین کی برگشته خونه. رفیق نازنینم، آقا فرخ گل گلاب. خب خدا رو شکر که آزاد شدین به سلامتی. بله، محمود آقا زحمت کشتن، سند گذاشتن، درم آوردن. اه، محمود آقا این کاری کرد. بله. مای خانم ببخشید، شما اینا رو برید داخل، شما ردیف کنید، من با این آقا فرخ چند کلام حرف مردونه دارم. بیا ببینم، بیا بیا اینجا، بیا اینجا. خب پس محمود آقا زده تو کار ثواب، زندونی آزاد میکنه. بالاخره صابخونه باید هوای مستجرشو داشته باشه دیگه عزیزم. بله بله. حالا من یه چیزی میخوام بهت پیشنهاد کنم. بهش بگو که بره سندشو پس بگیره. منم با بچه‌ها صحبت میکنم که برن شکایتشونو پس بگیرن. راست میگی عزیز؟ آره بچه که راست میگم. آقا تو رفیق منه، ما رفیق چندین چند سال با هم رفیقیم، از چیکوبی که هم دیگه باخبریم، اون نونه نمکی که با هم خوردیم، مگه میشه با هم ناره بزنیم؟ میشه؟ نمیشه که. بگو جون فرخ. جون فرخ؟ مگه من چند تا رفیق شفیق دارم که اسمش فرخه؟ میدونی چیه عزیز؟ وقتی که تو اینطوری حرف میزنی من تنم میلرزه. مگه سردته؟ نه ولی تو راست میگی. مگه تو چند تا رفیق شفیق داری که اسمش فرخ باشه؟ ببین اینا رو که من به تو گفتم الان، برو سر اصل مطلب. اصل مطلب؟ آره، اون مطلبی که باید بگی نمیگی، اینا رو به من بگو. واقعیتش اینه که عزیز جون، سند رو من ورداشتم. تو ورداشتی؟ آره. اینها خاکتون سرت. من از اولش هم میدونستم دست تو و محمود توی کاسه هست. خیلی نامردی. این رسم رفاقت واقعا منو پاک نامید کردی. برو گم شو. خیلی چطوره؟ ای بدک نیست. سیختر از این نمیشه؟ پسر جان سیختر از این که دیگه میشه جوجه تیغی. آخه اینم مدله؟ موده دیگه. میخوام تو خیابون همه نگام کنم. سلام محمود آقا. به به. سلام. تو اصلا معلومه کجایی؟ نه زنگی، نه خبری. سندو چی شد؟ نشد. یعنی نزاش. کی نزاش؟ سوری خانوم مادرم. درست سر به زنگا رسید، مچمو گرفت. به خوشکی شانس. تو چقدر دست با چلفتی هستی فرخ. اصلا به من چه؟ به تو چه؟ بله. به. الان میرم سندو برمیدارم، دوباره برگردی تو همه هلفتونی. آقا پشتش از این سیختر نمیشه؟ نه پسر جان سیختر نمیشه. برن شو، برن شو، برو مردم تو خیابون منتظرم ببیننت. برو. با اجازه. کجا؟ خونه. وایسا میخوام برات گردونم تو همه هلفتونی. حالا چرا شاکر میشی محمود جون؟ بذار حرف بزنی. دست بنداز. چه حرفی؟ ببین اصلا تو به من بگو اول اون سندو به چه دردت میخوره؟ اولا ربطی به تو نداره. دوما میخوام سندو رو از جلو دست اون پیرمرد وردارم که مال و اموالشو بذل و بخشش نکنه، والا چیزی به من نمیواسه. اگه واقعا نیتت اینه یه راه خوب برات سراغ دارم. بی درد سر مطمئن. چرایی؟ ببین عزیز و زنش امشب برای پاگوشا میان خونه ما. سندو کجاست؟ کجاست؟
معلومه خونه عزیز تو کمد، فقط کافیه یه نفر بره اونجا و ورشون داره. دمت گرم، دمت گرم. این فکر درسته. ببین عزیز و زنش پاشون رو گذاشتن تو خونه تو، فوراً به من خبر میدی. خیال جمع، مطمئن. حالا برو. با اجازه. الو، سلام ببو. دایی جان عنایت و وردار، فوراً بیا اینجا مغازه، کارتون دارم، واسه مشکلتون راه حل پیدا کردم. اومدینا؟ خداحافظ. بسی دیگه عالیه خانم، از دیشب تو رو یه نفس داری گریه میکنی، چه شد از کاسه در میاد؟ دارم دق میکنم سوسن جان، اصلا فکرش رو میکردم یه همچین آدم. عزیز دلدارم بوی برو بشین، مردا همشون همینجوری هستن، به خاطر منافع خودشون از هر چیزی میگذرن. نه بابا زیر پاش نشستم، وگرنه فریدون اصلا اهل این حرفا نبود. بود عزیز دلم، تو ساده بودی نمیفهمیدی. هر کی ندونه سوسن جان، تو میدونی من چقدر خواستگار داشتم، دکتر، مهندس، مدیر. مثل که یکم دوره گرد بود. نه نه خیر، خواستگار همش آدم حسابی بود. آلیه جون به نظر منو بی خیالی تی کن، این مردا اینقدر ارزش نداره که ما زنا بخوایم براشون اشک بریزیم. راست میگه، به این فردا میرم طلاقمو ازش میگیرم بره گمشه بمیره. آفرین، همین درسته. بعدا ببین سوسن جون، یه مدت میام همینجا پیش شما میمونم تا بعدش ببینم چی کار کنم. نه چیه سوسن جون، اگه ناراحتی نیام اگه مزاحمم. نه آلیه جون خواهش میکنم، از من میشنوی ها، یه فرصت دیگه باید به شوهرت بدی. آقا فریدون آدم بدی نیست، بعضی وقتا کارایی میکنه ولی ذاتش خیلی خوبه. ایوا خودت گفتی برو ازش طلاق بگی. شوخی کردم آلیه جون، زندگی شوخی بردار نیست، یه نگاه به اون طفل معصوم بنداز، گناه داره بچه طلاق باشه. خب میگی چیکار کنم با این همه کارهای ناجوری که کرده، باز برم باهاش زندگی کنم؟ معطلش نکن، اگه این مردا رو دو ساعت تنها بذاری یا هوایی میشن. واقعا؟ آره. مانی پاشو پاشو لباس بپوشیم بریم خونم. تو رو خدا یه فال هم من بگیر آقا، جون مادر. خیلی خوب، نمیخوام یه فال، یه دل یه دل جون برو دیگه، نمیخوام یه دل یه برو دیگه، نمیخوام فال میخواد به یه فال بی ببین چه ببین من کل فالاتو دو برابر قیمت از واقعا؟ آره بیا اینقدر پول دارم. نه نه، اول باید یه کاری واسم انجام چی کار کنم؟ تو هم مایه های فال فروشیه. چشم آقا، هر کاری بگید. خیلی خوب، شما داری میگی من برم خونه آقا جونم دزدی؟ عمرن. چرا چرت و پرت میگی دایی جان؟ دزدی کدومه؟ خونه خودتونه. من فقط میگم یه مدت این سندها رو از جلوی دست عزیز برداریم تا آبا از آسیاب گفته. فال آقا فال میخوای؟ فال نمیخوایم، برو بیرون. آقا جون عزیزت عنایت کن، یه دونه این فالای ما رو بگیر، انشالله زخمی تو زندگیت هست بهبود پیدا میکنه و به مدارج عالی هم میرسید انشالله. چنده چند؟ دیویستو. خیلی خوب، بده ایرون. خورد ندارم آخه. خوردش میکنم. به هر حال دایی این کار اسمش دزدیه، یه جور نامردیه، من نیستم. بابا دزدی کدومه؟ این سندا اگر به اسم ماهی بخوره شماها باید برید قاز بچرونین. آخه دایی جون خطرناک، ریسکش زیاده. میدونی اگه بخ آقا جونم بو ببره چطور روزگارمون رو سیاه میکنه؟ بو نمیبره. بابا من با فرخ هماهنگ کردم، امشب خونه فرخم، قرار شده تا زنگ نزنن فرخ نذاره برگردن خونه شون. فکر آقا جون، خب این نامردیه دیگه دایی. نامردی اونه که بذارین حقتون رو بالا بکشن. پس شما این پنبه رو از گوشه در بیار، دور من یکی باید خط بکشیم، من نیستم. باشه نباش، پس پریسا بی پریسا. باز مثل بچه ها رفتار کردین دایی. ببن پریسا چه ربطی داره آخه مشکلات خانوادگی شما؟ چه ربطی داره؟ آقا ربط داره، تو الان بچه ای نمیفهمی. دو روز دیگه که احوالتون رو بالا کشیدن میفهمین چه کلای گشادی سرتون رفته. دایی جون شما هم اینو تو گوشت فرو کن که اگه جلو من پریسا و آقا جونو بزنم بگن یک کدومش رو انتخاب کن، من بابامو انتخاب میکنم، آقا جونمو، چون اول اون بوده که من اومدم. فهمیدی؟
بابا عجب دیوانه‌ایه. بابا من چجوری به این حالی کنم که بابا من خیر و صلاحتونو میخوام. آقا جون واقعا راه دیگه ای نیست؟ خب نه، اگه راه دیگه ای بود که حتما معطلش نمی‌کردم. تو چرا وایسادی؟ خب برو بیرون دیگه. حرف دیگه نمونده. عجب روی داره. برو پیکار دینم، با طول اومده. برو ببینم. برو دیگه. خب دایی جان، تو چیکار می‌کنی؟ نمی‌دونم دایی جون، باید بیشتر فکر کنم. اینجا هم نوشته به عاقبت کار خیش بیاندیش. همین، بیاندیش. برو بیاندیش. فعلا خدافظ. خدافظ. میری سوسن، سرم گیج رفت. سرگیجیت به خاطر این نیست، به خاطر اینی که نمیدونی چی کار باید بکنی. به نظر من حق با دایی محموده. اون سندا نباید جلو دست آقا جون باشه، وگرنه از سر لج و لجبازی برمیداره میکنه اونا رو به اسم مادر فریدون و مفخور. بعد تو که پسر بزرگ خانواده هستی سرت بیکلا میمونه. آره، ولی آخه من چجوری برم خونه آقا جونم دزدی؟ اگه لو برم که آبروم میره که. هی میگی دزدی چیه؟ تو میخوای از حق خودت حفاظت کنی. بعدشم یعنی انقدر تو دست بود چلفتی هستی که یه کار به این سادگی رو نمیتونی انجام بدی؟ بابا خطرناکه. بهبود با اون کله خرابیش قبول نکرده همچی کاری بکنه. خب نبایدم قبول کنه. اون تحتقاری آقا جون نورچشمیشه. از قبل آقا جون به نون نوایی میرسه. نصف خونه مال اونه. اما تو چی؟ من چی؟ اه باز میگه من چی؟ تو باید سهمتو با چنگ و دندون به دست بیاری، وگرنه خواهر برادرت میخورن یه آبم روش. عنایت جان، دایی محمود اگه چیزی میگه براش فرقی نمیکنه که به کی چی برسه. اون اصلا دلسوزی میگه. یعنی تو هم میگی باید برم؟ خب معلومه. آره باید برم، وگرنه کلا میری سرم. باریکلا، الان میرم یه معجون خوب برات درست میکنم که سر حال بری. معجون دیگه نمیخواد سوسن. شما برو. بله دایی جان، من الان همینجا جلو خونم تو کوچه. چشم دایی جان، من زنگ میزنم خبرشو بهتون میدم. چشم، فعلا خداحافظ. Ah!
این برا چی کار میکنی؟ این چی کار میکنی؟ مالی خونه آقا جونو من دوزی هره؟ گوی چه درتون رو در میارم؟ یه آبروی من از شما سلام آقا جون. سلام آقا جون. پیداشون کردین؟ چی آقا جون؟ سنده رو. نه این کی دست من؟ خودش برداشت. خودش خیلی وقت بود منتظرتون بودم. دیر کردین. دل واپستون شدم. واقعا؟ بفرمایید بیرون. آقا جون. بیرون. آقا جون. آقا جون. آقا جون. آقا جون. انجام وظیفه بود. خدا مرگم بده. فریدون تو هم با اینا هم دست بودی؟ نه ماما. من اینا رو داشتم تعقیب می‌کردم. اینا اومدن من دوزی می‌خواستم رسواشون کنم. آقا جون باورتون میشه من با این دوتا اشکال نداشتم؟ من خودم اومدم این دوتا رو دیدم، من گوشه حیاط خواب بودم. کجا خواب بودی؟ اگه خواب بودی من چرا ندیدمه؟ خودت چه خونه تو با میکردی میدیدی؟ آقا جون من موقعو انداختم. شما خجالت نمیکشین؟ اومدی خونه پدرتون دزدی؟ من امیدوار بودم بعد از اون اتفاق شما از شرمندگی روتون نشی به چشای من نگاه کنید، اما افسوس دیدم چش سفید و بی‌چشم روید. شبونه اومدید خونه پدرتون دزدی؟ ای خاک تو اون سرتون. تو سرتون. من غلط کردم آقا جون، شما ببخشید. باور کنید همش تقصیر دایی محموده. اون گفتش که بری خونه آقا جون سند داره برد. چرا جمع می‌بندی؟ آقا جون دایی گفت ولی من قبول نکردم. من بهش گفتم نه. من گفتم بابا خیلی خوب. من همه چیزو میدونم. اون دایه فلان فلان شده دون الان شده دایه بهتر از مادر. من یک بلایی به سر اون بیارم. منتها اول باید تکلیف شما رو روشن کنم. فرخ جون فرخ یه زنگ بزن به پلیس بیان این ستاره بردارم بره. باشه ماما تو یه کاری بکن. شما حالا کوتاه بیا. این اول یه کم عقلی کردن، ببخششون شما. اینا از طرف یکی دیگه تحریک شدن. نه من تحریک نشدم مای خانوم، من تحریک نشدم. این دو تا گفتم باشه آقا جون اومدم. مای خانوم اگه محمود بگه باباتو رو بندازید تو چاه، اینا باید این کارو بکنن؟ باور کن آقا جون، من بهشون گفتم من توی این ماجرا دخیل نیستم. اینا میدونه من بهشون گفته بودم من نیستم. بگو دیگه. راست میگی آقا جون، بهبود قبول نکرده بود. برو بابا بهبود قبول نکرده بود. آقا جون من اینا رو تعقیب کردم، دیدم دستشون با دایی محمود توی کاسه است. چرا دروغ میگی؟ آقا جون من با دستم با هیچ آدمی توی جایی نیست. باور کن. خیلی خوب. لازم نیست حرف بزنی. تو از ترس اینکه محمود نگه پریسا بی پریسا هر کاری میکنی. نه آقا جون نه. بله فرخ به پلیس زنگ زدی؟ عزیز آقا ندید. همه شخص به تو هم آقا جون رو دست دادم، هم زن رو دست دادم. بلش کن. چقدر آخه مگه مارد آقا جون؟ بلش کن داشتم بیانا بفرمایید آقا جون. ایران شما بزرگواری کن ببخش. آقا جون من آقا کم آخه اشتباه کردم. جمسان اون تحویلش رو میگی. آقا جون من دارم میگم توی این مسئله من هیچ دخالتی نداشتم. حرف اضافه نباشه جان سران، اینا بچه هایی منن اما دزدن. من از دست ستایشون هم شاکیم. آقا نزا منو ببرن حبس، من طاقتشو ندارم. عزیز آقا این مسئله خانوادگی، بذار بین خودمون حل بشه. نصف شبی بچه ها تو نفر زنده. آقا جون تو دلشون هیچی نیست، حالا یه ندونم کاری کردن. مای خانوم بچه ای که پدرشو به مال دنیا بفروشه دوزارم نمیاد. من میگم دایی به ما گفت بیا مغازه نزن آقا یقه. گفت بیا بری دزدی کنی. من گفتم نه. من گفتم نه. میبینی میبینی مای خانم من سر به زنگا مچ اینا رو گرفتم. بازم به جای اینکه خودش خودشونو توجیه بکنه داره خودشونو چیز بکنه. بله جان سر اینا رو ببر. اینا رو ببر باید بفهمم که پشیمون شدن. جان سر الان من با آژانس خودمو میرسونم. چه افتضاحی شد. موبایل بهبود آنتن هم نمیده. تلفن بابات هم خاموشه. یعنی کجا مونده این موقع شب؟ ماما میگم نکنه زیر سرش بلند شده باشه. شما این مردا رو نمیشناسی، همشون همین شکلی هم. نه مادر جون بابا اهل این حرفا نیست. ماما بابا رو نمیگم که بهبود رو میگم. آها میگم نکنه زبونم لال فشارش رفته باشه بالا سکته کرده باشه. کی بهبود؟ نه بابا بابا. خدا نکنه. آخه امروز اصلا زنگم نزده. بابات؟ نه بهبود. تصادف نکرده باشه.
بهبود؟ نه بابا. دختر دیوونم کردی؟ تکلیف خودتو معلوم کن، یا در مورد بهبود حرف بزن یا بابات. خب مامان جون معلومه من در مورد بابا حرف نمیزنم، من به بابا چیکار دارم؟ بهبودو میگم. امروز اصلا زنگ نزده؟ بهبود؟ بابا ما چه اینجوری قاطی میکنی؟ بهش چی گفتم؟ جام سرمایی دربا نمیشه پیاده شیم باز نمیشه درد نه پیاده شو پیاده شیم پیاده شو دیگه بابا چجوری بیام؟ مگه نمیبینی؟ اون یکی دستم به دست این فریدون بسته است. خب فریدون بشی از این ور پیاده شو دیگه. خیلی خوب بشین از این ور پیاده شین دیگه. تو بشی از این ور پیاده شو. چرا سر رو نکن؟ این بچه ها لج میکنه. سرکار بابا شما یه چیزی بهشون بگو دست من کتف در اومد. یکیتون بشینه دیگه. خرس گنده دست داداشم کنده شد بشی از این ور بیا دیگه. جام سرمان ببین. خب دعاششه بگو عمر بشینم پیاده شم. چی دیگه؟ مثل که شما زبون خوشحالیتون نمیشه. جام سرمان خب دعاش خودت. بشین دیگه از این طرف پیاده شو. ای سرکو چه جوری میکنی خب؟ آی دست شوسته به حالا نمیشه ما بگیم ببخشید غلط کردیم حالا این نفر جناب سروان حواست باشه اینا بچه های من هم تیزه بازن یا میبینی در رفتن ها من یه کشک عزیز آقا موبایل کدومتونه مال اینه آقا جون مال اینه به من مثل تو جلف هم مال خودشه صبر کن ببینم این خروس به مر صدا زنگ بوشه توه بده ببینم آقا جون کیه آقا جون معلومه دختر همون خائنه پریسا بله آقا جون من خودم به دایره گفتم دیگه شما زحمت نکشید من بهش گفتم پریسا بی پریسا آره به جون خوده تو گفتی منم باور کردم راست میگه آقا جون منم شاهدم آره به روبا گفتن شاهدت کیه گفت اونجا بابا سر کش آقا جون جون مانی جون عالیه به جون مانی آقا جون آقا جون برو تا بهت بگم الو الو بهبود ببین بهبود بی بهبود دیگه اگه پشت گوشتو دیدی بهبودم دیدی سلام آقا جون گوشه بهبود دست شما چی کار میکنه؟ اونش دیگه به تو ربطی نداره گوشی رو بده به بابات بابام خونه نیست یعنی هنوز بر نگشته ببین هر جا باشه گیرش بیارم دیگه نمیذارم قصر در بره چی شد آقا جون؟ برو از اون بابای نامردت بپرس حالا دیگه کارش به جای رسیده که زیر پای بچه های سادلوی من میشونه که بیان خونه باباشون دزدی ای نامرد بهش بگو بابای من؟ بله بابای تو حالا وقتی به جرم اقبال بچه های من دستگیرش کردم اون وقت میفهمه با کی طرفه بهبود من دزد نبود بابای نامرد و بیمرفتت نشست زیر پاش چه بلایی سر بهبود اومده آقا جون؟ بلا سر من بدبخت اومده که مجبور شدم پاره جگرمو بفرستم گوشه زندون به بابات بگو هر جا باشه میام سراغش بیچارش میکنم بده من ببینم الو سلام عزیز آقا الو این که قطعه بفرمه شما خدا خیر ای بابا این در که قفله سرکار کی تو ازش کارو بیار؟ چرا دیدی قفله نه قسمت نیست بابا تو جون مادر بکن بابا خونمون سرکار ببخشید من عادت دارم رو رخت خواب خودم بخوابم بعد پیش آدم غریبه هم خوابم نمیبره حرف نباشه سرکار من دست به آب دارم اگر اجازه بدی سرکار تو بازش کن بفرمایید اول برم دست به آب برو تو آقا برو تو برو تو برو تو برو تو برو تو آدم بفرمایید برو تو دست خالی بعد برو تو آقا وای بزن چیه؟ برای چی قبول کردی؟ اگه من قبول نمی کردم که این مفخور تمام مالنگول آقا جون دلوپی بالا می کشید که مفخور خودتی ها اصلا تو اونجا چه غلطی می کردی؟ همون غلطی که تو می کردی با داداش بزرگتر من درست صحبت کنم می زنم دمنت پر خون شه به بود لد می کنم همین گوشه خفه چقدر فک می زنین بگی بخواب همون موضوع خانوادگی خودمو حلش می کنیم ساکت می شین یا بیام ساکتتون بکنم ببین من سالی یه بار خون جلو چشما میگیره اونم اگه الان باشه دخل تو یکی اومده سا این کی بود که سالی یه بار قاطی میکرد؟ با تو هم؟ نمیدونم خواب میدونم دستو بخیر
چی شده؟ شما بودی قاطی کرده بودی؟ من نه، اونه من اون قاطی کرده. ببینم شمایی؟ من اصلا مال این حرفو نیستم که. پس تو بودی؟ سلام، چی سیبیله شاخی داری همون تاری چند تار میخواد؟ آقا پلیسه، آقا پلیسه. رئیس من با تو هم خب هر چقدر حبس داشته باشی نصف بیشترش رو من حساب کن. پا حل دیگه حل باش حل اونست. خسته نباشی نه علیکه سلام. چه سلامی؟ چه علیکی؟ هیچ معلومه چی کار کردی؟ ها خبرها چه زود پخش میشه. بله عزیز آقا زنگ زد، چیزایی گفت که اصلا باورم نمیشه. خب چی کار کنم؟ من میخواستم درستش کنم، خرابتر شد. چطوری؟ با دزدی؟ دزدی کدوم زن؟ من میخواستم سنادار از جلو دست اون پیر مرد وردارم که یه موقع نزنه به سرش تمام مال و اموالشو به اسم ماهی کنه. بسته دیگه اینقدر دروغ نگو، تو فقط به فکر اون یه تیکه زمین لعنتی بودی. خب چرا نباشم؟ حقمه، حق توه، حق اون دختره. بابا جون من این حق رو نمیخوام، حقی که داره زندگیمو نابود میکنه رو نمیخوام. بابا جون من به توضیح میدم. این همه شما توضیح دادی، بذارید یه بار من توضیح بدم. بابا من فکر میکردم هیچ چیزی تو دنیا مهمتر از خوشبختی من برای شما نیست، ولی مثل اینکه ارزش اون زمین خیلی براتون مهمتره. پدر من، شما به جای اینکه راه و رسم زندگی اونشون منو بهبود بدید، به خاطر اون یه دونگ زمین دارید زندگی ما رو نابود میکنید. بابا من به محبت شما نیاز دارم، نه به پولی که قراره با زور و نقشه به دست بیاد. باش میرم پیش عزیز، هر کاری که از دستم بیاد انجام میدم تا بهبود آزاد کنه. اگر قراره امروز برید آزادش کنید و از فردا دوباره بیفته بین شما و آقا جون که ندونه چیکار باید بکنه، نمیخواد برید این کارو کنید. بذارید تا آخر عمر همونجا بمونه تا بپوسه. کجا میری؟ دارم میرم گندی رو که زدم پاکش کنم. سلام محمود آقا، نوکرتم. به جان خودت من مجبور شدم با عزیز همکاری کنم. بیا اینجا بینم بیمه رو ببینم، جاسوس دو جانبه شدی، شریک دوز و رفیق قافله. به جان خودت من از اولش هم نه رفیق دوز بودم نه شریک قافله. گوش کن فرخ، تا آخر این ماه جلو پلاستت جمع میکنی از اینجا میری. من مستاجر خائن نمیخوام. آقا محمود، انصاف نیست کسی رو به خاطر صداقت و رفاقت از خونه بیرون کنی. سلام مای خانم. سلام، موفق شدی آقا محمود. به لطف شما پدر افتاد به جون پسر رو، همه شونو برد کلانتری. روم سیام آی خانم، من نمیخواستم کار به اینجا بکشه، شونه خالی نمیکنم، ولی قبول کنین هر دو طرف مقصری. بالاخره دعوا از یه جا شروع میشه، یکی حق داره یکی فکر میکنه حق داره. ببخشید این تیکه آخر من متوجه نشدم، میشه یه بار دیگه بگین؟ تو برو تو خونه بعدا متوجهت میکنم. برو تو برو. آقا محمود شما چرا اومدین اینجا؟ راستش امشب که رفتم خونه دیدم پریسا خیلی ناراحته، فکر میکنه که من باعث نابودی زندگیش دارم میشم. شما چی فکر میکنی؟ من که موندم، تا حالا هرچی نقشه کشیدم همه اشتباه عذاب در اومده، دیگه نمیدونم چی کار باید بکنم. اما من فکر میکنم که بشه یک کاری کرد. چی کار؟ تشریف بیارین تو.